زمانی صاحب استقلالی کشور همکاری میان حکومت جمهوری تاجیکستان و تشکلات های آقاخان اید به رشد وسعت گرفته سال سال تحکیم و توسعه می‌یابند. نمونه و ثمره همکاری ها را میتوان در تأسیس دانشگاه آسیای مرکزی و ساختمان شهرک دانشجویان در موضع دشت بالای شهر خورو ارزیابی کرد. برای از نزدیک آشنایی پیدا کردن با فعالیت و ساختمان شهرک دانشجویان دانشگاه آسیای مرکزی برای روزنامه‌نگاران و سایت اخبار عامه ولایت با ابتکار نثار کشوانی سردار مرکز اطلاعاتی و مارکتینگ دانشگاه آسیای مرکزی نشست مطبوعاتی دایر گردید. گروه روزنامه‌نگاران با جریان کار ساختمان شناس گردیدند. معلوم گردید دوام سه ماه آخر چور عدد پودرچیان، شرکت توراس کانستراکشن، خدایوربیک، پامیر انرژی سرویس، سخوشو در ساختمان شهرک کارهای معینی را به انجام رساندند. هیئت اداره‌کنی دائمی ساختمان دانشگاه عبارت از مهندسان و رهبران پر از حساب ساکنان ولایت بوده، در مرحله اول 414 نفر کارگران که از آنها 18 نفر مهندسان کشور ترکیه به کار جلب کرده شدند. پودرچی ساختمان اساسی شرکت توراس بوده، کارخانه مشترک ترکیه و تاجیکستان می باشد. جهت اجرای کار پیش از مولد و با صفت بلند انجام دادن ساختمان، در مرحله اول ساختمان خوابگاه، مرکز استراحتی و فراغتی دانشجویان، لابراتوری، بنای اکادمیکی را در بر میگیرد که کار در این مؤسسه وسعت تازه را کسب نموده است. نماینده شرکت توراس توگای بگیروغلو از پیشرفت کارهای ساختمانی در دانشگاه آسیای مرکزی شهر خورو اظهار قناعتمندی کرده بیان داشت که الان کار با نظام معین جریان دارد. از اول در کاری ساختمان مشکلات بود. حالا همش برطرف گردید. روزها می شود ما تا به وقتی شب و حتی تا سحر کاری به ذمه داشته را انجام می دهیم. اصلا کاری هر روزه ما با معیار معین بتون خوابونی تهکرسی بناهای ساخته شونده عبارت است. کوشش میکنیم از نقشه پیش بینی شده تا 27 دکبر اکثریت کارها را انجام دهیم. کار با صورت و صفت خوب پیش می رود. همه روزه زیاده از 400 نفر کارگران به کاری ساختمان مشغولند و باوری کامل داریم ساختمان شهرک دانشجویان با موفقیت عملی می گردد. از صحبت با چند تن از ساختمانچیان، ساکنان محلی برمی آید اکثر آنها طریق امتحان و صاحب تخصص بودن به کار جلب کرده شدند. بسیاری از کارمندان در مکان ساختمان بوده، خط کنندگان مکتب کسبی تکنیکی معلومات کسبی و دوامدار دانشگاه آسیای مرکزی می باشند. کارمندان در برابر آموزش در جای کار با به دست آوردن ملکه ضروری برایشان منفعت می گیرند. اکثر ساختمانچیان از فراهم بودن شرایط مساعد کاری و صاحب معاش خوب گردیدن اظهار قناعتمندی بیان کردند. من بنده میرعلی ولیشهر هستم. سه ماه این جانب من در دانشگاه آسیای مرکزی به حیث ارماتور بوف کار میکنم. خب معاش ما خوب است. کار در بسطی بلند، بسطی ضروری، بسطی من گفتن ممکن است که بسطی معیار جهانی قریب برابر است یا ممکن بهتر باشد، چون که من 5 سال در شهر مسکو کار کردم، در دیگر شهرها کار کردم. میبینم که ساختمان بسیار در شکل درست برای مانده شده است. اینچنین تمام شرایط ها برای تمام کارگر ها با پورگی و من مهیا کرده شده است. شرایط برای خورد و خوراک، شرایط زیست، برای که ما در شهر خودمون، ما در جای خودمون، در وطن خودمون با خود خدمت میکنیم. معاش ما بسیار خوب است. حتی مثلا امروز به شهرهای دیگر سفر میکنم برای معاش رو بلند کردن یا برای زندگی رو خوب گذراندن. من در وطن خودمون زندگی خوب میگذارد. یعنی شما با جای کار تامین شده؟ بله، پورا میتوانیم زندگی خود رو پیش بریم. دور نرفته در وطن خودمون هستیم. من دولت شو دشت بالا ده تقریبا 400-450 آدم کار میکند. معاش خوب میگیریم. ساعت کاری از ساعت 8:00 تا ساعت 19:00 کار میکنیم. ما منداریم که همین
در وطن خود ما کار میکنیم و تا آخر سال انشالله همه تمام میشد خوب میشد. با سویب جای کار گردیدن در ساختمان دانشگاه آسیای مرکزی با ساختمانچیان دسترسی به انشاءات حفظ اجتماعی استاندارد بین المللی همچنین کمک خوراکه رسانده می شود. برای در سطح لازمی برای ماندن فعالیت با شرکت محلی شهر خوراک اوید تامین نمودن خوراک برای تقریبا 600 نفر ساختمانچیان شرطنامه بسته کردید. همه روزه قدرتچی اساسی برای ساختمانچیان غذای دسترس و با صفت بلند آمادشده را پیشکش می گرداند. خیلی سالو بیکار بودم، کار نیافتم. من در یک 10 سال در مهاجرت منتی در شهر روسیه بودم. در اونجا هم کار کردم، اومدم. بعد کار دیگه نیافتم. کار فعالیتم از ماه ایون سر کردم. در کار فعالیت من خیلی بیبودی ها شروع رفته است. خودم هم چی میکنم؟ نوم میپزم، خلی میپزم، بعد با پورو سرکورم دارم، اونو خطیردن میکنم، دوشخونم و سروشپز، بعد رو پوروی موبینی، بعد با دوازده کس هست. صوت کوریم و امروزه از صوت ساری افسر میشه تو افتی بیگه. از ماوش میگرفته که ما معقول ما هست همه چی میرسد موده. من خیلی خرسندم، 2 سال بیکار بودم. خیلی خرسندم که اینجا به کار اومدم، کار فعالیت سر کردم. در تویستون همه تنجی باشد، خوبی خرسندی باشد، همه سری پری باشد. در بنیاد شرک دانشجویان دانشگاه آسیای مرکزی تجهیزات ساختمانی از جمله دستگاه بتون ریزی از محل ساختمان شرک دانشجویان شهر نورین آورده شده است. در ساختمان اکثرا از مواد محلی با مانند سنگ و ریگ برای بتون از حساب سنگهای ریزه کرده شده برای کارهای بتون ریزی آماده شدند استفاده برده می شود. اون چیز به نظر می رسد که اکثر کارها با سرعت و صفت بلند انجام داده شده، کوشش دست جمعانه پودرچیان با اون نگرانده شده است تا تاریخ 27 دکبر اکثر کارهای زیربنایی را به انجام رسانند. بنیاد شهرک دانشجویان دانشگاه آسیای مرکزی در شهر خوراک در حیات مردم نه تنها بدخشان بلکه مردم کشورهای آسیای میانه تحولات عظیمی را به میان می آورد. Я думаю, что главный момент, что строительство идет очень хорошо, и фактично мы думали, что оно закончится, это первый этап здания в 2018 году, они закончат в 2017 году. Так что это, вы знаете, достижение хорошей организации, хороших подрядчиков и отличная работа наших местных рабочих и команду, команды. Вы знаете, я очень мало проектов в мире, где на год наперед закончишь не только во время, а до времени и точно на бюджете. Так что мы очень счастливы, что это дает возможность. Это чуть-чуть неожиданно для нас, мы планировали на 2018 год. Но надо потягнуться, чтобы до 17-й год это запустить в сентябре. Воқеан сохтмони шараки донишҷони донишгоҳи Осиёи марказӣ афт марҳиларо дар бар мегирад. Ба анҷоми марҳилаи аввали корҳои сохтмонӣ моҳи сентябри соли 2017 ба нақша гирифта шудааст. Сармояи умумии маблағ 94 миллион долларро ташкил медиҳад. Бо ба истифода додани شهرک دانشجویان در منطقه های کوهستان، خوراق تاجیکستان، نورین قرقیزستان، تکیل قزاقستان برای دانش آموزان امکانیت رشد تکامل دانش، بلند برداشتن مهارت و ملکه، شرایط مساعد تحصیل فراهم آورده می شود. Наша главная забота это подготовка студентов. Бо бессмысленно иметь хорошие здания и хорошую программу, если студенты не готовы обучаться на международном уровне. А язык преподавания здесь будет английский. Ну, тоже будут курсы, вы знаете, других языков, но будет
преподавание на английском языке. Ну, преподавание на английском языке означает, что надо знать академический английский язык. Это одна, надо знать, как писать. Второе, надо как писать. А в системе образования здесь, в школе, учеников нет, они не пишут, они не делают исследования. Они не пишут, не делают исследования, они не готовы к академической работе. И очень слабое место – это математика. И ну, вам это все не надо рассказывать, это лучше знаете от нас. Ну, это для нас, это не, мы не можем сказать, знаете, ой, какая проблема, и уйти. Значит, будем работать, и мы будем очень интенсивно работать и с школами, и с молодежью по целому Таджикистане, чтобы подтянуть контингент. Это мы делаем для себя, но это тоже поможет просто студентам попасть в любой вуз в мире или просто на будущее. Так что это необычная задача университету. Вы знаете, думать про, а что они там учат в среднем образовании. Но в нашем случае наш подход такой, что мы не можем снизивать планку, но мы всегда можем подтягнуть людей. И будем очень активно это делать. Будем иметь дискуссии и с министром уже. Были предварительные дискуссии, где мы будем интенсивно работать, может, с 20 школами по республике. Бо наша задача – это тоже не брать студентов только, вы знаете, с хорошей школы столицы. Или, ну, вы знаете, там некоторые хорошие школы. Мы имеем социальную миссию, это очень важно, чтобы дать возможности студентов в малых городах и сельских местностях, где там они так само талантливы, как везде. Ну, просто у них нет возможности, дать им возможность. Так что это будет большая работа, и это хорошо, что мы начинаем с маленького набора, бо через, может, 10 лет здесь будет 1200 студентов. До барномаи авалини талими онвони бакалавр, омузиши замину мухит و اقتصادیات در شرک دانشجویان شهر خوروغ و برنامه های تکنولوژی اطلاعاتی و سایت اخبار عامه در شرک دانشجویان نورین تشکیل خواهند شد. آن روز دور نیست که در دانشگاه برای دانش آموزان باز می گردد و آنها می توانند در شرک دانشجویان با آموزش علم و دانش مشغول شوند. این همکاری ثمره‌بخش حکومت کشور با شبکه‌های رشد آغاخوان و گسترش همه‌جانبه همکاری در جاده باز هم پیشرفت گردیدن علم و معرفت مساعدت می‌کند.